بچه سلام، مهدی هستم. توی این ویدیو میخوام راجع به هزینه‌های زندگی توی لس آنجلس باهاتون صحبت کنم، و اینکه خیلی ازم خواسته بوده این ویدیو رو درست کنم. قبلش اینو بگم بهتون، راستی خیلی به مسیج میدین، مرسی از مسیجاتون. برام خیلی تاپیک میفرستین که راجع به این تاپیک های موضوع براتون ویدیو درست کنم، و خب یکیش هم همین این ویدیو هستش. تاپیکاتون همه رو میگیرم، همه رو یادداشت کردم، و سعیم اینه که اول اون موضوعی که ازم خواستین به مسیج دادین رو اول اونا رو براشون ویدیو درست کنم، و خب حتما این کارو میکنم. دونه دونه موضوعی که برام فرستادین رو سعی میکنم خیلی زود براش ویدیو درست کنم و براتون پست کنم. یکی از اون موضوع هم که خیلی ازم خواسته بودین همین بود که ازم خواسته بودین راجع به هزینه زندگی تو لس آنجلس براتون ویدیو درست کنم، که گفتم این ویدیو رو براتون بگیرم. اگه بچه یه خورده سر صدا میاد اطراف، به خاطر اینکه خب خیابون پشتم خیابون اصلی و ماشین زیاد رد میشه، به خاطر همین هستش، یه خودتون ببخشید. اولین آیتم و مهمترین آیتمی که شما بیشترین پولتون رو خرج میکنین در ماه برای اون، هزینه خونه است، رنت خونه یا اجاره خونه هستش. بچه شما اگر اون ویدیوی آب و هوای لس آنجلس که گذاشتم دیده باشین، تقریبا توضیح دادم که لس آنجلس به چند تا اریای مختلف، به چند تا اینجا نمیدونم چی شده، پلیس اومده مثل اینکه یک دو نفر رو دستگیر کنه. ببینید پشت سر من، دیدی پلیس رد شد، فکر کنم توی دستش چیز بود، یه دونه از این بگا بود، یه اسلحه فکر کنم داخلش بود که گرفته بود داشت میبرد. قبلش هم پسره رو دستگیرش کرده بودن، دستبند زدن داشتن میبردنش. عکس گرفتم، ولی عکسش هم میذارم ببینید. ولی خب نمیدونم چی داشتم میگفتم، مثلا کلا حواسم پرت شد. راجب رنت میگفتم، اگر ویدئوی آب و هوای لس آنجلس رو دیده باشین، اونجا یک کم توضیح دادم که به اصطلاح لس آنجلس به 3 تا قسمت تقسیم میشه، و یکیش وست لس آنجلس هستش، غرب لس آنجلس، یکی شمال که میشه سان فرناندو ولی، و یکیش هم تقریبا ایست لس آنجلس. اگر شما بخواید توی قسمت مثلا وست لس آنجلس خونه بگیرین، خب هزینه خونه بالاتر هستش تا مثلا منطقه ولی. توی وست لس آنجلس، غرب لس آنجلس، شما اگر یه خونه استودیو بخواید بگیرید، استودیو یعنی اینکه مثلا یه دونه فقط اتاق خواب که یه همون دستشویی داره گوشه اتاق، و ممکنه یه آشپزخونه کوچیک، وقتی میگم آشپزخونه نه آشپزخونه جدا، مثلا یه گوشه اتاق یه دونه تخت زده باشن، یه دونه سینک دستشویی گذاشته باشن و بگن آقا اینم آشپزخونه‌تون، یه یخچال کوچیک هم مثلا زیرش باشه، همین یه اتاق کوچیک که فقط ورودی خودشو داره، در ورودی خودشو داره که بتونی راحت استفاده کنید. اون اگه بخواید توی قسمت غرب لس آنجلس بگیرین، از 1700 دلار شروع میشه. و اگر که بخواید مثلا یه خونه یک خوابه بگیرین توی غرب لس آنجلس، از 2500 دلار شروع میشه. و اینا خونه های هم نیستش، اینو بهتون بگم که مثلا خیلی تمیز باشه و نوساز باشه و خیلی لاکچری باشه، نه، قدیمی، فقط قابل زندگی، توی ساختمون قدیمی، خونه قدیمی که فقط به اندازه تمیز هستش که شما بتونید داخلش زندگی کنید. حالا اگر شما مثلا بخواید همین رو توی یه آپارتمان نوساز که خیلی تمیز و قشنگ هستش بگیرین، استودیوتون از 2000-2200 دلار شروع میشه. خونه یک خوابتون از 3000 دلار شروع میشه توی غرب لس آنجلس. و اگر شما بخواید خونه به اصطلاح قدیمی و قابل سکونت رو توی مثلا منطقه ولی بخواید بگیرین، همون مثلا استودیو که توی لس آنجلس، غرب لس آنجلس هستش، 1700 دلار، اونجا شما میتونید مثلا از 1200 دلار بگیرید. یا مثلا خونه یک خوابه که توی غرب لس آنجلس هست 2500 تا، شما توی منطقه ولی میتونید مثلا اونو از 1000 مثلا 900 2000 دلار 2100 دلار مثلا بگیرید. تفاوت 400 500 دلاری رو شما میتونید ببینید از یه منطقه به منطقه دیگه. ولی خب اینو بگم، یه مثالی داریم، میگن هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری دیگه. شما وقتی بخواین هر چقدر کمتر پول اجاره بدین، خب باید یه خورده محلتون دورتر از مرکز شهر باشه، و خب رفاه یه خورده کمتره، امکانات کمتره، ممکنه امنیت کمتر باشه، و مسیرتون اگر شما مثلا وسط شهر کار کنین، خب تو ترافیک گیر میکنین، رانندگیتون مثلا طولانی تر میشه، باید بنزین بیشتری مثلا بسوزونین، خب همه اینا هستش که باید در نظر بگیرید. ولی کلا هزینه خونه به این صورت هستش، هزینه خونه توی لس آنجلس خیلی بالاست بچه‌ها، اینا یادتون باشه. مورد دوم بچه‌ها، اگه پایین رو نگاه میکنم واسه اینکه اینجا یادداشت کردم و میخوام یادم نره، آیتم ها زیاد هستش. مورد دوم
یوتیلیتیز هستش بچه ها، یا همون پول آب و برق و گاز و اینجور چیزها. معمولا توی خونه های قدیمی پول آب و پول هزینه بردن آشغال و اینا داخل اجاره هستش و شما لازم نیست اون پول رو پرداخت کنین، ولی خب پول برق یا مثلا پول گاز اگر گاز داشته باشین، اینجا معمولا خونه ها گاز ندارن، بیشتر برقی هستن. حالا یا پول برق یا پول گاز، این دیگه پای خودتون هستش که باید بدین. برای مثلا یک نفر آدم توی خونه مثلا زندگی کنه، تقریبا پول برقتون شما از 45 دلار تا 60 دلار میشه، بستگی داره که حالا چقدر برق استفاده کنین. و اینم بهتون بگم که اگر مثلا توی زمستون یا توی تابستون باشه، شما کولر زیاد استفاده کنین یا مثلا هیتر بخاری زیاد استفاده کنین، خب به طبع این تو مثلا 100 تا 120 دلار هم میتونه بره، بستگی به فصل سرما یا فصل گرما هم داره. ولی خب میانگین حالا شما بخواید حساب کنین، معمولا دیگه از 45 تا 60 دلار هستش، اگر هوا خیلی سرد نباشه یا خیلی گرم نباشه. آیتم بعدی بچه‌ها اینترنت هستش، اینترنت خونه. یه موضوعی که توی لس آنجلس هستش و خیلی بده و من واقعا بدم میاد از این مسئله، این هستش که کمپانی‌های بزرگ، کلا دو سه تا کمپانی هستن که اینجا اینترنت مثلا به خونه‌ها میدن و هر کمپانی یه اریای مخصوص خودشو داره، یعنی یه قسمت شهر رو اینا برای خودشون برداشتن و فقط یه کمپانی اونجا سرویس میده. کمپانی دیگه‌ای نیستش که مثلا رقابت باشه بخوان مثلا قیمتشون ارزان‌تر کنن یا سرویس بهتری بدن. من خونم خودم که مثلا سنت مونیکا هستش، فقط یه کمپانی اونجا سرویس میده و چاره‌ای هم ندارم، باید ازش اینترنت بگیرم. حالا هر کیفیتی که میده، هر قیمتی که میده، من باید همونو بردارم دیگه، راه دیگه‌ای ندارم متأسفانه. تقریبا تو لس آنجلس اینجوری هستش بچه‌ها. قیمت اینترنت هم بچه‌ها از اگه بخوایم مثلا میانگین حساب کنیم، از دیگه میتونم بگم مثلا 65 دلار هستش تا به بالا. بعضی از دوستان مثلا میگن خب مثلا 40-45 هم هستش، درسته هستش، ولی خب اون سال اولتونه. شما اولین سالی که با کمپانی مثلا یه سرویسی رو میگیرین، بهتون تخفیف میدن برای 12 ماه اول، مثلا میگن 40 دلار میشه، 45 دلار میشه. یک سال اولتون که تموم میشه، از اون بعد دیگه شروع میکنه اون قیمت همینجوری میره بالاتر. در سال هر 6 ماه تقریبا 5 تا 10 دلار این هی بالاتر میره. من خودم وقتی اومدم تو خونه ای که تو سانتا مونیکا هستم، من تقریبا 5 سال اینجا، سال اول خب همون 40-45 دلار میدادم، ولی الان پول اینترنت من 85 دلار در ماه. و وقتی هم که بهشون زنگ زدم گفتم آقا من مثلا 5 سال باهاتونم، 45 دلار شروع کردم، الان 85 دلار، گفتن همینی که هستش و کار دیگه هم نمیتونیم بکنیم. پس یادتون باشه که قیمت اینترنت به این صورت هستش. اگه کسی میگه آقا مثلا ما اینترنتمون 40 دلاره، همیشه 40 دلار نیستش بچه‌ها، و اون سال اول 40 دلاره، ولی خب همینجوری یواش یواش هی میره بالاتر. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم بچه‌ها، هزینه گروسریز هستش، هزینه خورد و خوراک. برای یه من این هزینه هم که میگم بچه ها، برای یک نفر آدم میگم و نه برای حالا مثلا یه خانواده چند نفره. خودتون دیگه میتونین تقریبا حساب کتاب کنین، دستتون بیاد که چقدر مثلا باید هزینه کنین برای یه خانواده، حالا دو نفره، سه نفره یا چهار نفره. برای گروسری بچه ها تقریبا 50 تا 60 دلار برای یه نفر در هفته شما هزینه‌تون میشه. من تقریبا هفته خودم میرم خرید میکنم. من شنبه یا یک شنبه میرم خرید میکنم برای کل هفتم و دوباره هفته دیگه هم همین کار رو انجام میدم. من دیروز رفتم خرید کردم، خودم میگم هفته میرم خرید میکنم. بعد فقط هم وسیله های ضروری رو خریدم، یعنی اقلام ضروری که شما لازم دارین توی خونه صبحونه، نهار، شام درست کنین خودتون. مثل حالا مثلا شیر و نمیدونم پنیر و ماست و یه خورده مثلا مرغ و یه ذره سبزیجات و نمیدونم برنج و نون و پیاز و سیب زمینی و گوجه، از اینجور چیزا، اقلام اولیه و ضروری، نه نمیدونم حلهوله و تنقلات و شکلات و چیپس و از اینجور چیزا نه. و میورم حساب نکردم، یعنی میوه و تنقلات رو بذارین کنار، فقط اقلام ضروری من دیروز خرید کردم، شد 60 دلار. حالا هر هفته من همین خریدا رو دارم. شما اگه بخواید حساب کتاب بکنید میشه تقریبا 250 دلار فقط اقلام ضروری در ماه برای یک نفر. این پلیس هنوز اینجا انا، ببین دوباره اومد توی تصویر.
نمیدونم چی شده، ولی خب یه اتفاقی افتاده. اینو میگفتم که برای یک نفر تقریبا حداقل 250 دلار، حالا اگر شما بخواید میورم حساب کنین اضافه کنین، یا نمیدونم اگر آبجویی بخواین، چیپسی بخواین، نمیدونم شکلاتی بخواین و یه خورده تنقلات هم بخواین، خب این تا 300 دلار در ماه هم میتونه بره، حالا بیشتر هم میتونه بشه. این هم بهتون بگم، من یه ویدیو نگاه میکردم توی یوتیوب، یه دوست عزیزی ویدیو درست کرده بودن راجع به هزینه های زندگی توی لس آنجلس، و یه نکته یه گفته بودن توی ویدیوشون که گفتن برای یه خانواده 4 نفره اگر بخوان از فروشگاه کاسکو خرید بکنن برای اینکه تو خونه درست کنن غذا، برای یک ماه 400 دلار باید هزینه کنم. من وقتی اینو شنیدم به قول این امریکایی ها فکم افتاد رو زمین. خیلی دوست داشتم که این دوستمون بیشتر توضیح میداد که چجوری حساب کتاب کرده که با 400 دلار برای یه خانواده 4 نفره میشه برای یک ماه تو خونه غذا درست کرد. نمیدونم حالا صبحونه نهار شامو کلا حساب کرده، یا فقط منظورش صبحونه بوده، فقط شام یا فقط نهار. اینو اونم تازه از فروشگاه کاسکو، که حالا خیلی هم فروشگاه ارزونی نیستش که مثلا بخوایم بگیم ارزونه و میشه خیلی راحت خرید کرد همه چی رو. این خیلی برام جالب بود که چجوری واقعا حساب کرده این دوستمون با 400 دلار یه خانواده 4 نفره توی یک ماه میتونه شکمش رو سیر کنه نهار شام و صبحونه، در صورتی که من برای یک نفر اقلام ضروریم فقط میشه 60 دلار در هفته، که میشه تقریبا 250 دلار بدون میوه و بدون حالا تنقلات. در صورت میگم خیلی برام جالب بود این صحبتی که دوستمون انجام داده بود و خیلی جا تعجب داشت برام. بک‌گراندم عوض نمی کنم برای اینکه هوا آفتابی نیست امروز، هوا کاملا گرفته است، ابریه. من هر طرف دیگه بچرخم نور بدتر از این چیزی هستش که الان میبینید، برای همین خب تصویر پشتم همینجوری نگه میدارم، عوضش نمی کنم. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم بچه‌ها هزینه ماشین هستش. اینجا شما دو تا راه دارین، یا میتونین ماشین بخرین یا اینکه میتونین ماشین لیز کنین. اگه بخواید ماشین بخرین، چون باید کل پول ماشین رو مثلا توی 5 سال یا 6 سال مثلا پرداخت کنین، خب هزینه ماهیانتون بالاتر هستش. ولی اگه بخواید ماشین رو لیز کنین، برای اینکه وقتی لیز میکنین شما مثلا ماشین رو برای 3 سال لیز میکنین و یه مقداری از اون پول کل ماشین رو پرداخت میکنین، خب به تبع هزینه ماهیانتون پایین تر هستش. حالا منم همون لیز رو حساب میکنم، کاری هستش که تقریبا بیشتر مردم اینجا انجام میدن. هر 3 سال ماشینتون رو میتونین پس بدین و یه ماشین جدید بگیرین. اگر شما بخواید یه ماشین لیز کنین بچه ها، ارزون ترین ماشینی که مثلا بخواید بگین، مثلا یه تویوتا کورولا مثلا شما بخواید لیز کنین که کاملا بیسیک بیسیک هستش، از 300 دلار شروع میشه و بستگی به کردیت سکورتون، کردیت هیستوریتون داره و از این حرفا، که بتونین حالا یا این 300 دلار بالاتر میره یا تقریبا همون 300 دلار میمونه. خب 300 دلار هزینه ماشینتون هستش در ماه، و معمولا وقتی شما میرین ماشین لیز میکنین یه داون پیمنت هم ازتون میخوان، که یعنی اون پول اولیه که باید پرداخت کنین که تقریبا 2000 دلار هستش، 1500 تا 2000 دلار هستش که باید اونم پرداخت کنین. نمیدونم اگه دوست داشته باشین راجع به لیز کردن ماشین براتون ویدیو درست کنم، میتونین به مسیج بدین، اگر بخوام میتونم این کارو بکنم، کامل بهتون توضیح بدم به چه صورت هستش. پس هزینه ماشینتون هم از 300 دلار شروع میشه تا به بالا، بستگی داره که چه نوع ماشینی بخواید لیز بکنید. هزینه بیمه ماشین بچه‌ها، شما اگر ماشین رو کش بخرین، کامل بخرین و به اصطلاح لون نگیرین، وام نگیرین یا لیز نکنین، شما میتونید فقط بیمه لایبیلیتی بگیرید، یعنی بیسیک ترین بیمه رو بگیرید که نسبت به ماشینتون، نسبت به سنتون، نسبت به هیستوری رانندگیتون تصادف داشتین یا نداشتین، خب قیمت بیمه میتونه فرق بکنه. ولی خب از 80 90 دلار میتونه شروع بشه فقط برای لایبیلیتی. ولی شما اگر مثلا ماشینی که میخرین بابتش وام بگیرین و با وام اون ماشین رو بخرین، یا اینکه ماشین رو لیز بکنین، اجباری هستش که شما فول کاورج بیمه بگیرین، یعنی بیمه کامل همه چی رو کاور بکنه براتون. بیمه کامل بچه ها از 150 دلار شروع میشه به بالا، بستگی داره که ماشینتون چی باشه و چقدر اون هیستوری رانندگیتون پاک باشه، تمیز باشه، یعنی تصادف نداشته باشین و
اینکه سنتون هرچی بالاتر باشه هزینه بیمتون کمتره، هرچی جوانتر باشین هزینه بیمتون هم بیشتر میشه. پس هزینه بیمه هم میتونیم بگیم برای یه ماشین کاملا بیسیک از 145 دلار شروع میشه اگر شما پس و دفع اینا زیاد نداشته باشین و سنتون هم حالا مثلا از 30 سال به بالا باشه. بچه ها مورد بعدی که میخوام بهتون بگم هزینه بیمه سلامت هستش. بیمه سلامت تو امریکا خیلی گرونه بچه ها. دو جور هم میتونین بگیرین یا دو نوع وجود داره. شما اگر برای کمپانی کار کنین که بهتون بیمه بده، خود کمپانی یه بخشی از اون هزینه رو پرداخت میکنه، یه بخشی هم از شما میگیره و از روی حقوق ماهیانتون کم میکنه. من خودم مثلا تقریبا 120 دلار هر ماه بابت بیمه پرداخت میکنم و اگر کمپانیتون خب بیمه نده یا مجبور بشین شما آزاد بیمه بگیرین، خب گرونتر هستش براتون. جوری که شرکت های بیمه کار میکنن یا کلا سیستم بیمه کار میکنه، به اون درآمد ماهیانتون نگاه میکنن. مثلا میگن اگر شما از 5000 دلار به بالا در میارین، از 300 دلار شروع میشه تقریبا و هرچی بیشتر درآمدتون باشه خب هزینه بیمتون هم بیشتر هستش. اگر کمتر از 5000 دلار در میارین، طبقه بندی داره دیگه نسبت به درآمدتون. این 300 دلار که مثلا شروع میشه بیسیک ترین بیمه هستش بچه ها. یعنی اینجوری نیستش که شما مثلا با این 300 دلار همه چی کاور بشه براتون و همه چی دیگه براتون مجانی باشه. نه، هنوز شما باید از جیبتون پول بدین و دکترها یا بیمارستانایی که میرین تقریبا بیسیک ترین بیمارستانا، بیسیک ترین دکترها هستن. پلنای مختلف وجود داره برای بیمه. شما وقتی میخواین بیمه رو بگیرین میگن آقا مثلا ما پلن 1 2 3 داریم. معمولا هم میگن مثلا سیلور، نمیدونم گولد، طلایی، نقره‌ای و نمیدونم مثلا برنز. و هر کدوم از اینا قیمتشون فرق میکنه نسبت به امکاناتی که بهتون میدن برای اون بیمه، کاورجی که بهتون میدن. پس اینم یادتون باشه که هرچی درآمدتون بالاتر باشه هزینه بیمتون هم بالاتره، هرچی درآمدتون پایینتر باشه تخفیف بیشتری روی بیمتون میگیرید. بچه هزینه بنزین، هزینه بنزین گفتم من نسبت به تمام این هزینه که دارم بهتون میگم نسبت به تاریخ امروز هستش، قیمتایی که امروز وجود داره. الان هزینه بنزین توی لس آنجلس خیلی گرونه. لس آنجلس تقریبا گرونترین بنزین رو تو کل امریکا داره و الان از 6 دلار شروع میشه تا به بالا. یعنی ارزون ترین بنزینی که شما بخواید بزنید 6 دلار و 20 یا 6 دلار و 30 سنت هستش و هرچی به منطقه گرونتر برین، ناحیه گرونتر برین بیشتر هم میشه. اگه برین سمت هالیوود مثلا میشه 7 دلار، سمت بیولی هیلز میشه 8 دلار، 8 دلار مثلا 50 سنت. من دو سه روز پیش بنزین زدم، ماشینم تقریبا باک ماشینم 10 گالون بنزین میگیره تقریبا، شدش حدودا 60 دلار. و من ارزون ترین بنزینم میزنم اینجا. اینجا سه نوع بنزین داریم نسبت به کیفیت بنزینش که هر کدوم با اون یکی تقریبا 30-40 سنت تفاوت قیمت داره. خب اونی که من زدم 6 دلار 6 دلار 20 سنت بود که تقریبا شد 60 دلار. حالا هر چقدر که شما ماشینتون مدل بالاتر باشه، لاکچری تر باشه، کیفیت بنزین بهتری بخواید بزنین، خب بنزینتون هم بیشتر میشه. اگر هفته ای مثلا تقریبا یه باک شما بخواید بزنین، خب این میشه حدودا 250 دلار در ماه هزینه بنزینتون. بچه ها مورد بعدی هزینه جیم هستش یا باشگاه ورزشی که بخواید برین، که باشگاه ورزشی مختلف اینجا هستش، قیمت های مختلفی دارن، ولی خب تقریبا میانگین هزینه باشگاه 45 تا 50 دلار هستش در ماه. مورد بعدی بچه ها تلفن هستش. خط تلفن اینجا برای یک نفر تقریبا بین 60 تا 65 دلار هستش. جوری که این کمپانی ها کار میکنن بچه، شما اگر مثلا هرچی تعداد خطتون بالاتر باشه، مثلا اگر فامیلی پلان باشین یا خانواده 4 نفره باشین، هر خطتون تقریبا مثلا میشه 40 دلار. ولی خب اگر یک نفر تنها باشین و خط بگیرین میشه مثلا 60 65 دلار. هرچی تعداد خطتون بیشتر باشه هزینه‌تون برای هر خط تلفن کمتر هستش. اگرم که گوشی تلفن اینجا بخواید بگیرین یا میتونید خودتون کلا از بیرون تلفن رو بگیرین و استفاده کنین، کل پولش رو بدین، یا اینکه میتونید از خود همین کمپانی ها بگیرین و قسطی بگیرین، مثلا برای 24 ماه یا مثلا نمیدونم 30 ماه پول تلفن رو میتونین بدین که اون پول تلفن به اون 65 دلار مثلا پول خطتون اضافه میشه. حالا تلفن جدید مثلا بگیرین تقریبا 25 دلار 30 دلار هر تلفن هستش در ماه که با نمیدونم مالیات و یه سری هزینه های جانبی مختلف تقریبا بین 90 تا 100 دلار در ماه هزینه تلفنتون میشه.
بچه یه مورد دیگه هم هستش، این هستش که یه چیزی اینجاست به اسم emergency fund، یعنی اون پول ضروری، اون پولی که توی مواقع ضروری ممکنه استفاده نیاز داشته باشین که استفاده کنین، اون پول رو شما باید در ماه کنار بذارین، حالا 50 تا 100 دلار هر چقدر که اون بودجهتون بهتون اجازه میده، ولی خب حتما این کار رو بکنین، خیلی لازم هستش، چون بر فرض مثلا شما حتی اگر بیمه سلامتی هم داشته باشین، بهتون گفتم همه چیز رو کاور نمیکنه، یه مقدار از هزینه ها رو هم بازم خودتون باید از پول خودتون بدین، یه قسمتی از پول دارو رو باید خودتون بدین، یا بعضی وقتا شما مثلا اگر سرما بخورین اصلا ارزش نداره دکتر برین، برای اینکه هزینه دکتر رفتن بیشتر میشه، شما خودتون مثلا میتونین برین از داروهایی که مثلا روی over the counter اینجا مثلا بهش میگن، داروهایی که همون دم دستی هست، شربت یا قرص مثلا میتونین برین بگیرین، 20 دلار 30 دلار 40 دلار پولش میشه، خب اونو باید خودتون از جیب خودتون بدین. پس خیلی خوب هستش که این emergency fund رو هر ماه 50 تا 100 دلار کنار بذارین از هزینه درآمدتون و اینو جدا نگه دارین که توی مواقع ضروری بتونین استفاده کنین. بچه‌ها تقریبا تمام آیتم‌های ضروری که شما در ماه لازم دارین خرج بکنین بهتون گفتم، حالا دیگه اینترتینمنت یا مثلا اشغال کردن خب دیگه پولش جداگونه است، بستگی داره که چقدر شما بخواید بیرون برین، چقدر رستوران برین، یا مثلا اگر نتفلیکس بخواید بگیرین فیلم ببینین، خب هزینه‌اش مثلا 15 16 دلار در ماه هستش، اسپاتیفای بخواید اونم خب هزینه ماهیانه جداگونه داره، این دیگه بستگی به خودتون داره، و چقدر این که مثلا بخواید رستوران برین بار برین از اینجور چیزا. خب مثلا اگر شما بخواید آخر هفته فقط یک بار آخر هفته بیرون برین، اگه یه رستوران معمولی بخواید برین که خیلی هم گرون نباشه، یه وعده غذا تقریبا 20 دلار میشه. شما اگر مثلا بخواید یه درینک بخورین بیرون تقریبا 15 دلار هستش دیگه. اینو خودتون میتونین حساب کنین، اگر یه رستوران برین یه غذا بگیرین یه درینک بگیرین میشه 35 دلار، حالا با مالیات و نمیدونم انعام و اینجور چیزا تقریبا میشه 40 دلار. اگر این کارو شما مثلا هفته یک بارم انجام بدین، خب خودش میشه تقریبا 200-250 دلار فقط برای یک بار بیرون رفتن، یه مثلا شام خوردن و یه دونه درینک گرفتن. خب هر چقدر اشغالتون بیشتر باشه به تبع هزینه‌ش هم بالاتر هستش، خودتون میتونین حساب کتاب انجام بدین. خب بچه این بود از ویدیو امروز، سعی کردم که اکثر نکات مهم رو کاور کنم، راجبش صحبت کنم، بتونم هزینه رو بهتون بگم. اگر چیزی هستش که جا انداختم فراموش کردم حتما کامنت بذارین برام و جوابتون رو میدم، راجعش توضیح میدم بهتون. اگر سوالی دارین حتما بازم برام کامنت بذارین، به مسیج بدین، حتما جواب سوالاتتون رو میدم. و لطف کنین فراموش نکنین سابسکرایب کنین، حتما ویدیوهای جدید که میذارم مطلع بشین بتونین ویدیوهای جدید رو هم ببینین. مرسی که با من بودین، تا ویدیو بعدی.